که از این پس شاه خواهی بود، مردی که دروغگو باشد یا آن که تبهکار باشد دوست آنها مباش. این را به دستور داریوش اول هخامنشی 2500 سال پیش بر فراز کوهی نوشتند که امروز به آن لقب بزرگترین سنگ نوشته جهان دادند. جایی در ارتفاع حدوداً 40 متری بر سینه کوهی در حوالی شهر کرمانشاه که حالا بیستون نام دارد. اینجا یکی از قدیمی‌ترین زیستگاه‌های بشر در ایران بوده، جایی که در غار آن آثاری از ابزارهای دست ساخت انسان‌های شکارچی در 40 تا 70 هزار سال پیش یافتند. مکانی که در طول تاریخ برای ساکنان منطقه اهمیت داشته و در روزگاران قدیم بغستان یعنی جایگاه خدایان نام داشته. کوهی در کنار دشتی حاصلخیز با شاهراهی باستانی که از کنارش می‌گذرد و سنگ نبشته‌ای بزرگ بر سینه‌اش. کتیبه‌ای به ارتفاع حدود 8 متر با 22 متر طول که نقشی در وسط آن حک شده. نقشی از پیروزی. داریوش با 1 متر و 80 سانتی‌متر قد، با سبیل و ریشی بلند و آراسته، با تاجی بر سر و ردایی بر تن، پایش را بر سینه مردی گذاشته. شاه در دست چپ کمانی دارد و دست راستش را به حالت دعا به سوی اهورامزدا دراز کرده. همو که بر فراز این تابلو در حال پرواز است و دست راستش به حالت دعاست و با دست چپ حلقه ای را به سوی داریوش گرفته تا سلطنت و قدرت را به او بدهد. پشت داریوش یک کماندار و نیزه‌دار به نشان سپاهیان او ایستادند و در روبروی او 9 اسیر دست بسته می‌بینیم. هر کدام آنها شاهی هستند از سرزمینی که بر داریوش شوریده و شکست خورده‌اند. ماجرای این نقش عظیم به 3 خط پارسی باستان، ایلامی و بابلی بر این تابلوی بزرگ حک شده. اینکه چطور داریوش به سلطنت رسیده و در اولین سال سلطنت خود درگیر شورش‌های زیادی شده. این است آنچه من به خواست اهورامزدا در همان 1 سال پس از آنکه شاه شدم کردم. 19 جنگ کردم. به خواست اهورامزدا من آنها را زدم و 9 شاه گرفتم. داریوش گئومات را هم یکی از شاهان به حساب آورده، همان کسی که به گفته او قاصب سلطنت بود و از میان برداشته شد. همو که در این نقش جنازه اش را زیر پای داریوش می‌بینیم. به این ترتیب در این تابلو 10 شاه اسیر می‌بینیم، نه 9 شاهی که داریوش نامشان را آورده. اما این سنگ نبشته در 1 زمان حک نشده. به دستور داریوش 2 سال بعد هم بر آن نقش و نوشته ای افزودند. این شاه سکایی را اضافه کردند که بعد از نقر کتیبه شورش کرده، به علاوه نوشته ای درباره چگونگی شورش و شکست او. اما چرا برای داریوش مهم بوده که چنین کتیبه ای را در این مکان حک کند؟ داریوش هخامنشی فرزند کوروش و جانشین او نبود. به گفته خودش در این کتیبه، نسبش از پدر بزرگ پدر بزرگش به کسی میرسد که کوروش از نسل اوست. پس به محض رسیدن به سلطنت با شورش‌های زیادی در شاهنشاهی وسیع هخامنشیان روبرو می‌شود، از سمت کسانی که او را مشروع نمی‌دانند و خواهان استقلالند. او سال‌های نخست سلطنت را برای ایجاد مشروعیت و سرکوب شورش‌ها صرف می‌کند و برایش مهم است که این دستاوردها به گوش همه مردم سرزمین تحت فرمانش برسد. پس بیستون را که در میان شاهراه بابل به اکباتان قرار داشت و از اصلی ترین مسیرهای بازرگانان بود، برای نمایش توانمندی و مشروع بودن سلطنتش انتخاب می کند. از طرفی بیستون از قدیم نزد مردم مقدس بود و در کنار آن آداب قربانی کردن به جا می آوردند. داریوش می دانسته که دیدن خطوط این کتیبه در این فاصله دور از دسترس برای مردم در گذر غیر ممکن است. پس نقوش را بزرگ و قابل دید حک کرده که پیامش توسط تصویر منتقل شود و متن را هم کسی بخواند که سواد دارد و احتمالاً میتواند در نوشتن تاریخ کمک کند. به این ترتیب او روزنامه بزرگی از حوادث دوره نخستین سلطنتش درست کرد و آن را در دید عموم گذاشت. سنگ نوشته‌ای که نه فقط میراثی برای ایرانیان، که میراث جهان قلمداد می شود.